همونجور که همه ما میدونیم آقای شجریان هیچ وقت ردیف خاصی رو اجرا نکردن که منتشر بکنن و ما بتونیم مثلا ازش استفاده بکنیم، ولی من فکر میکنم هر کدوم، یعنی تک تک آلبوم هایی که آقای شجریان اجرا کردن به نوعی ردیف ایشون محسوب میشه و ما میدونیم که ردیف به عنوان یک چیز آموزشی همیشه مورد استفاده بوده، ولی به هر حال آقای شجریان یه ذهنیت دیگه ای داشتن و هر دفعه یک دستگاهی رو یا آوازی رو اجرا می کردن یک چیز جدیدی رو خلق می کردن و همیشه متفاوت بود و به هر حال ما می تونیم بگیم که هر کدوم از این آلبوم های آقای شجریان ردیف آقای شجریان محسوب میشن و ایشون قابلیت اینو داشتن که مثلا یه شعر سعدی رو بگیرن از اول تا آخر تو گوشه های مختلف یک دستگاه این رو اجرا بکنن و به بهترین نحو. من فکر میکنم که این سنتی بوده که در قدیم هم به همین صورت بوده، یعنی خواننده هایی که خیلی اهل اجرا بودن اینا امتناع میکردن از داشتن ردیف و خودشون رو بخوان محدود بکنن به یک ورژن خاص. صحیح. و اینها مؤلف بودن همونطور که آقای شجریان بودن. شما در زمینه موسیقی دوره صفوی و قاجار هم تحقیقات مبسوطی کردید. دیشب آقای بیژن کامکار به من گفتن که شجریان این دوره رو به نام خودش زده، عصر شجریان. چقدر موافقید؟ من کاملا موافقم که ایشون در زمینه موسیقی آوازی به هر حال به یک مقامی رسیدن که شاید قبل از ایشون و کسی به این مقام نرسیده بود بدون شک، هم در زمینه آوازهایی که ایشون خوندن هم در زمینه تصنیف. حالا شما چون اشاره کردیم به موسیقی صفویه، ما در دوره قدیم یعنی زمان صفویه و قبل از اون خواننده ها معمولا به دو دسته تقسیم می شدن. کسایی بودن که تصنیف می خوندن و کسانی بودن که صرفا آواز می خوندن، یعنی تبخور آدم ها در یکی از این دو چیز بود عموما. ولی آقای شجریان و قبل از آقای شجریان هم به همین صورت بود، یعنی خیلی از خواننده ها بودن که تصنیف خونهای خیلی خوبی بودن و خیلی از خواننده ها بودن که آواز خیلی خوب میخوندن و خیلی به تصنیف علاقه ای نداشتن و نمیپرداختن، ولی آقای شجریان واقعا ما میبینیم که این دوتا مهارت رو در خودشون جمع کرده بودن و تصنیف ها رو به بهترین نحو اجرا میکردن، هم از نظر وزن تصنیف هم از نظر حال و هوای تصنیف که به اصل خودشون نزدیک باشه، مخصوصا تصنیفایی که در دوره قاجار ساخته شده بود و ایشون اینا رو جمع آوری کرده بودن و دوباره خوانی کردن و اجرا کردن، و هم در زمینه آواز، یعنی آوازی که ایشون اجرا کردن به هر حال یه آوازی بود که در قبل از خودشون به این صورت هیچ وقت اجرا نشده بود. از این رو آقای شجریان در قله آواز ایران قرار دارن و من فکر نمی کنم حتی در تاریخ، به صراحت میگم در تاریخ موسیقی ما، آوازخوانی به این درجه از تبحر و قدرت ظهور کرده باشه. بسیار ممنونم از امیر حسین پورجوادی، استاد موسیقی شناسی در دانشگاه UCLA از لس آنجلس آمریکا با ما. اما محمد رضا شجریان در طول فعالیت هنریش به تمام شیوه های آوازی ایران و همینطور موسیقی مقامی زادگاهش خراسان تسلط کامل پیدا کرد و از ترکیب اونها سبکی رو به وجود آورد که به مکتب شجریان شناخته شده، همونطور که در گفتگو هم مطرح شد. چند نفر از شاگردان آقای شجریان برای ادای احترام و به یاد استادشون ابیات رو با هم خوندن که با هم میشنویم. خیار تو میروی دل از دست می رود، دل از دست می رود، مرا مرا
که با تو هر چه هست می رود، آخ داده خدا، آخ شب غم تو نیز بگذرد، ولی در این میان دلی ز دست می رود، آخ داده ای داد بی داد یا جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی، دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی، تا کی چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو، و بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی، دل بر سر جان تا کی، گفتمش سیر ببینم اگر از دل برود، گفتمش سیر ببینم چنان پا گرفته،
گنچنان پای گرفته که مشکل برمه محمد رضا شجریان تصنیف‌های خواند که محبوب بسیاری است. بعضی از دوستداران آقای شجریان قطعه‌هایی از او را زمزمه کردند و برای ما فرستادند. به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد زمان. بهار مردمی آمده شد، زمان مهربانی تن شد. آه